آیا قنوت رو ما قبل از رکوع بخونیم یا بعد از رکوع بخونیم؟ روایات متعددی اومده که هم قبل از رکوع درش روایت هست هم بعد از رکوع، گرچه اکثریت فقها ترجیح میدن میگویند که بعد از رکوع قنوت خونده میشه، ولی روایت دیگری هم هست که میگه قبل از رکوع هست. لذا هر دو مورد درسته. وقتی که در هر دو مورد روایت اومده، یعنی هر دو مورد رو انجام دادن و در مورد هر دوش تفاوتی نمی کنه چه قبلش بخونی چه بعدش، گرچه بهترین است که بعد رکوع خونده بشه. روایت های متعددی وجود داره که در از جمله روایتی که در صحیحین هست که پیامبر اکرم علیه السلام در روایتی که داره در مورد از انس ابن مالک هست، در مورد قنوت در نماز صبح هست، سوال میشه که سوال میکنه که سوال میکنن از انس، میگن اقنت رسول الله صلی الله علیه و سلم فی الصبح، آیا پیامبر در نماز صبح قنوت خوند؟ ایشون هم میگه نعم، بله خوندند. ازش سوال میشه که او قنت قبل الرکوع ام بعده، میفرماید که آیا قبل رکوع قنوت خوندند یا بعدش؟ ایشون هم در جواب میگویند که بعد از رکوع. خب اینکه در نماز صبح قنوت خونده میشه، این بحثیه که اختلاف هست در بین اهل علم. آیا رسول الله علیه السلام طول عمرشون در نماز صبح قنوت خونده اند یا یه مدت مشخصی بوده؟ روایاتی که این جهت رو تقویت میکنه که برای مدت کوتاهی بوده، مدت یک ماهی بوده که رسول الله علیه السلام قنوت میخوندن در نماز صبح، به خاطر همین امام شافعی میفرماید که قنوت خوندن در صبح سنته، و اما امام ابو حنیفه و امام احمد میفرماید که در صبح فقط در وقت نوازل هست، یعنی وقتی که بلایی نازل بشه برای دفع اون بلا، درست در صبح هم و در بقیه نمازهای فرض دیگه هم قنوت خونده بشه. و اما امام مالک و امام شافعی میفرمایند که در نماز صبح قنوت خوندن سنت. و اما اینکه بعد از رکوع یا قبل از رکوع قنوت خوندن، هم باز روایتی وجود داره، روایتی که از باز از انس است، بخاری هم روایت کرده که سوال میشه باز از انس، میگه آیا قنوت بعد رکوع یا بعد از قرائت، عند الفراغ من القراءه یا بعد رکوع؟ این سوال ازش کردن، ایشون هم گفته عند الفراغ من القراءه، بعد از اینکه قرائت رو تموم کردی، یعنی قبل رکوع. لذا هر دو مورد وارده و این باعث میشه که نباید بر کسی که قبل از رکوع قنوت میکنه سخت گرفت یا بر کسی که بعد رکوع قنوت میخونه سخت گرفت. هر دو موردش جایزه و میتونید هر دو رو انجام بدید.